مولوی شفیع الله جواد رئیس مبارزه با حوادث ولایت کندوز میگوید که در نتیجه سروه های جداگانه از ولسوالی ها و مرکز این ولایت در 3 ماه گذشته تا اکنون برای نزدیک به 7000 خانواده کمک های بشری به شمول مواد خوراکی و وسایل زمستانی را مساعدت کردند. به حدود که چکم یا 300 یا 200 کم وزر کوروس را موږ کومکونه کړي دي چې هغه د داخل د شهر دي او د مختلفو ولسوالۍ دي چې سهمبندي مو کړې د ولایت په مشوره د وزارت سره په مشوره. نور محمد 51 ساله که مسئولیت یک خانواده 7 نفری را دارد میگوید که در جریان جنگ های پسین خانهاش به ویرانه مبدل شده است و اکنون با چالش های فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. یو نیم کال دو کال آواره و را ماشین کلیش که وسیدو کرا پیسی را بانی تروس پاتی دی برد بیل تروس را بانی پاتی دا ولا کمی تاویل کری. تنها نور محمد نه بل مردمان بسیاری با سرنوشت او روبرو هستند. نیازمندان که اینجا برای دریافت کمک صف بستند کمک های بشری را چاره‌ساز نمی دانند و خواهان فراهمسازی زمینه اشتغال از سوی مؤسسات و حکومت هستند. همی مؤسسات یک دماغ مسایده کار برابر کنه ده یک بجار دیزی ده یک بشکر روغه نزی بشکر همیست 5 لیتر است ده ای گزاره اماتنان غریب مظلوم بیچاره که گزارش میشه. همی مردمی که همی کمکار رای میکنن بیادر اقلا برای این مردمی غریب بیچاره ای که میکنن بیادر مؤسسات میکنن هر کسی میکنن بیادر همشی بجاب وجه اصان بیادر شرکت ها را بسوازه غریب و غرابات بیادر در نظر بگیرن. این کمک ها در حال انجام می شوند که پیش از این نهادهای گوناگون دیگر در همکاری با نهادهای حکومتی این ولایت کمک های نقدی و غیر نقدی را به هزاران نیازمند در این ولایت فراهم ساختند، اما با آن هم میزان فقر در این ولایت بیشتر است و روزانه هزاران تن در انتظار دریافت کمک هستند.